بعد از آمدن طالبان روی کار برخی مراکز صحی یا بگویم اکثریت مراکز صحی مسدود ماندن، این مسئله چی پیامدهایی را داشته است؟ با تغییر رژیم بانک جهانی کمک‌های خود با بالای سیستم صحی دولت تعلیق در آورد و تقریبا در حدود 2331 مرکز صحی از طریق بانک جهانی تمویل می شد که این مراکز به یک حالت مواجه شدند که سردرگمی برای از او معلوم نبود که کارشان دوام میکنه و یا هم بسته میشه، ولی خوشبختانه حداقل برای 4 ماه، 1 ماه از طرف گلوبال فند و 3 ماه هم از طرف ملل متحد WHO یونیسف مصارف تمویل تمام مراکز صحی پرداخته میشه. فعلا مراکز فعال هستن و تا ختم ماه جنوری فعال خواهد ماندن و در این مدت دونرهای مختلف به شمول بانک جهانی شاید راهکارهای مختلف را مطالعه کنند که بتوانند سیستم صحی در افغانستان هنوزم کمک کنند. سازمان صحی جهان اخیراً از فروپاشی سیستم صحی در افغانستان هشدار داد. این مسئله چقدر با کمک شما شرکت کردین قابل جلوگیری است؟ خب تقریبا 75% مراکزی 2331 مرکزی از طرف پروژه سیاپندی که بانک جهانی رو تمویل میکرد یا فعال بودن. اگر تمام از این مراکز بسته میشد واقعا یک فاجعه بود و سیستم صحی به شکل مکمل فلج میشد. با جز چند شفاخانه که در شهرهای کلان هستند دیگه تمام مراکزی که در قرا و قصبات و ولسوالی هستند یا بسته میشدند و هنوز هم خطر از این موجود است که به خاطر از اینکه 4 ماه یک مدت بسیار کوتاه است، اگر در جریان از این 4 ماه وزارت صحت با پارتنرش نتانه منابع دیگه به دست بیارن که سیستم صحی را تمویل کنن، باز هم سیستم صحی با پروفاشی مواجه خواهد شد. ولی ما امیدوار هستیم که امی 4 ماه به تمام تمویل کننده سکتور صحی موقع زیر مساعد بسازد تا بتانن از راهکارهای مختلف دیگه، از طرق مختلف دیگه با افغانستان با سیستم صحیش پول روان کنند و سیستم صحی را با مشکلی که بود نگاه کنند. ولی در صورتی که تمویل صورت نگیره هنوز هم خطر ازی وجود داره که یک پرخوشی کامل سیستم صحی در افغانستان وجود بیاد. شما در مجله لنست در گزارشی که نوشته کردین راه های بدیل و گزینه های بدیل رسیدگی به وضعیت صحی در افغانستان برجسته ساختین. کدام مسئله بسیار مطرح است و فکر میکردین که در تفاهم و همکاری با طالبا امکان پذیر است؟ یگانه مشکلی که بانک جهانی و دونرهای مختلف دیگه که سیستم صحی را سپورت میکردن که کلانترینشان اتحادیه اروپا و USAID و ورلد بانک بودن یا هنوز هم نمیخواین که پول از یا از طریق حکومت از طریق وزارت مالیه و وزارت صحت به افغانستان بیاین. این یک مانع کلان است و به خاطر از اینکه از این مانع یک رای حل متبادل برای پیدا شده باشه بانک جهانی و دونرهای دیگه میتونه که از طریق ادارات مختلف دیگه پول خود به افغانستان روان کنن و سیستم صحی را بتانن که ران کنن دوام بتن. یکی از ادارات که بی‌طرف باشه و شفافیت کامل در اونجا وجود داشته باشه و ظرفیت از این را داشته باشه که امی کلینیکا و شفاخانه را اداره کرده بتانه. پول از طریق قضوها باید چینل شود و این کلینیکا و خب در مجموع سیستم سی باید فعال نگه داشته شود.
یک رای متبادلش همیست که چون تجربه قبلی هم وجود داره تمویل سیستم صحی از طریق سازمان صحی جهان صورت بگیره. مسئله صحت که میشه حتما در مورد ادویه و دسترسی مردم به دواهای مورد نیازشان هم مطرح میشه که اکثرا واردات خارجی بوده. اگر مردم به دوای خود دسترسی نداشته باشند، کمبود ادویه چی پیامدهایی را بر مردم داره؟ دوا یک جزء اساسی سیستم صحی است. در عدم موجود دوا واضح است که ما نمیتونیم یک سیستم کارآمد داشته باشیم. بنان هر میکانیزمی که به خاطر فعال نگاه کردن سیستم صحی در افغانستان با وجود می او باید در بدلنده خریداری دوا و خریداری دوایی که کیفیت مناسبه داشته باشه باید او شامل از او باشه.